سرخط مهمترین خبرها. مارشال عبدالرشید دوستم در حال ارتکاب آخرین اشتباه. دستور فوری ترک افغانستان. جنگ روانی را بس کنید. و در پایان نشست ترویکای گسترش یافته. امید به قطع خشونت و تسریع روند مذاکرات صلح. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نشست ترویکای گسترش یافته. امید به قطع خشونت و تسریع روند مذاکرات صلح. همزمان با گسترش دامنه جنگ و سقوط چند ولایت به دست طالبان، قرار است دو نشست مهم پیرامون صلح و ختم جنگ افغانستان در دوحه برگزار شود. این نشست ها به میزبانی قطر و همکاری ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد برگزار می شود. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور صلح، این نشست ها برای 3 روز برگزار می شود و در آن کشورهای همکار در روند صلح افغانستان مثل آمریکا، چین، روسیه، انگلستان، پاکستان، ایران، ترکیه و ازبکستان شرکت می کنند. منابع در تیم مذاکره کننده دولت نسبت به نتیجه این نشست ها خوشبینند و می گویند امید می رود که این نشست ها منجر به تقویت اجماع منطقه‌ای برای صلح، توقف خشونت ها و تسریع روند مذاکرات صلح شود. این نشست در حال برگزار می شود که مذاکرات صلح میان هیئت های نامذاکره کننده دو طرف نیز جریان دارد. هرچند بیشتر منابع گفته بودند که دو طرف به توافق رسیدند تا گفتگوها روی موضوعات اساسی را آغاز کنند، اما این مهم تا کنون به وقوع نپیوسته است. از سوی دیگر طالبان تا کنون مشخص نکردند که در این نشست ها اشتراک می کنند یا خیر. علیرغم اینکه طالبان در ماه های اخیر خشونت ها را شدت بخشیدن و مناطق تحت کنترل دولت را یکی پای دیگر تصرف می کنند، دولت افغانستان و کشورهای منطقه و جهان در تلاش ترغیب آنان به توقف خشونت و آغاز گفتگوهای سازنده صلحند. از همین رو قرار است امروز سه‌شنبه 19 اسد نشست منطقه‌ای و نشست ترویکای گسترش یافته افتتاح شود و بر اساس معلومات وزارت دولت در امور صلح این نشست ها برای 3 روز ادامه می یابد. این نشست با میزبانی قطر و همکاری آمریکا و سازمان ملل متحد برگزار می شود. ناجی انوری رئیس عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت صلح می گوید که در این نشست ها هیئت از افغانستان و رهبری عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی شرکت می کند. عبدالله عبدالله را در این نشست معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح همراهی می کند. خانم انوری هدف از این نشست ها را ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، تسریع روند مذاکرات و توقف خشونت های جاری عنوان می کند. از سوی دیگر برخی منابع در دولت به روزنامه 8 صبح می گویند که در این نشست ها آمریکا، قطر، سازمان ملل متحد، روسیه، چین، انگلستان، ایران، پاکستان، ترکیه و ازبکستان اشتراک می کنند. به گفته این منابع این دو نشست با سایر نشست ها متفاوت است و دولت افغانستان پیام های مشخصی را پیرامون وضعیت افغانستان و کشورهای اشتراک کننده می دهد. این منابع ابراز امیدواری می کنند که این دو نشست تأثیر مثبت داشته باشد و منجر به توقع جنگ و تسریع روند مذاکرات صلح شود. این نشست ها در حال دایر می شود که مذاکرات صلح دوحه نیز جریان دارد. یک منبع در تیم مذاکره کننده دولت میگوید که این مذاکرات پیشرفت خاصی نداشته و طالبان به جای مذاکرات معنادار در جبهات جنگ مصروفند. این منبع تاکید میکنند که طالبان هیچ علاقه به مذاکرات صلح ندارند و فقط میخواهند وقت را ضایع کنند و مذاکرات را دوامدار بسازند. او ابراز امیدواری میکند که این نشست ها منجر به شروع مذاکرات اصلی صلح شود. یک منبع دیگر در تیم مذاکره کننده دولت که نمیخواهد نامی از وی گرفته شود به روزنامه 8 صبح میگوید که این نشست ها نیز کدام نتیجه در پی نخواهد داشت. با گفته او جهان با افغانستان روی کرده دوگانه دارد. بقیده او جامعه جهانی هرچند در ظاهر از دولت افغانستان حمایت میکند، اما در باطن با طالبان است. این منبع به نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره میکند
و میگوید برغم اینکه قضیه افغانستان بسیار حاد و قابل نگرانی است، این شورا اما بسیار عادی به قضیه نگاه کرد و فیصله نتیجه بخش و موثری صادر نکرد. او همچنان می‌افزاید که طالبان نیتی برای صلح ندارند و می‌خواهند با زور به قدرت برسند. این در حالی است که شماری از باشندگان کشور میگویند که در کنار جبهات خونین و داغ، جنگ روانی نیز به نگرانی آنان افزوده است. آنها خروج شهروندان خارجی از کشور را یک امر طبیعی و معمول میدانند و از سفارتخانه هایشان درخواست میکنند که با نشر اطلاعیه هایشان وحشت و نگرانی را در بین مردم بیشتر نکنند. بطول سید حیدری استاد دانشگاه میگوید که همگانی کردن اطلاعیه سفارتخانه های خارجی در کابل مبنی بر خروج عاجل شهروندانشان از افغانستان سبب ترس و وحشت در بین مردم به ویژه بین زنان و دختران شده است. خانم حیدری می‌افزاید در کنار وحشتی که طالبان برای مردم ملکی ایجاد کردند، تقاضامندم که ملی برای گسترش تشویش های روانی برای شهروندان افغانستان نشوید. در همین حال رزاق مامون در صفحه فیسبوک خود می نویسد: مارشال دوستم در حال ارتکاب آخرین اشتباه. مارشال صاحب، قدرتی که در اختیار توست در دست هیچ یک از شاملان رنگ زرد جلسه‌گران ارک نیست. دیدن عکسی از جلسه چند سیاسی شکست خورده و خام طمع در محضر اشرف غنی افسوسناک است. اما دیدن مارشال دوستم فاجعه بار است. به نظر می رسد که مارشال صاحب هنوز از طلب مرحمت از اشرف غنی خسته نشده و ندیمانش هم به جد او را از این کار به حذر نمی دارند که آی مارشال همچو عشق روی مژگان سرنوشت استاده هوشیار باش. شاگردان ناکردکار از ترکیه آمدگی شما را لب پرتگاه رساندند. وزیر دفاع بریتانیا از صاحبان اشرف غنی خود میگوید که ناتو در افغانستان خیانت کرده و افغانستان و مردم کشور را به تحویل جهنم تروریسم داده است. اما شما از غنی امید دارید که به وعده هایش برای تشکیل ستاد بسیج مردمی و فیصله های آن وفادار بماند؟ غنی را به تشکیل ستاد مردمی برای دفاع از کشور چه کار؟ کنفرانس بگیرید و از غنی و اندیوالانش استجواب کنید که 360 هزار نیروی کمر بسته و مجهز را کجا پنهان کرده است که امروز ولایت به ولایت سر ناموس دارایی دستاوردها و امیدهای مردم تجاوز می شود و خلیجزاد و حلقات محافظه‌کار از دیدن ویدیوهای فجایع جشن می گیرند. این آخرین دروغ انتقالی و غافل گیر کننده غنی و شرکا است تا چند روز بعد کار بغلان و بلخ به اتمام برسد. آنگاه به حساب شخص خود شما و دیگر شیرپور نشینان خواهند رسید. مارشال، قدرتی که در اختیار توست در دست هیچ یک از شاملان رنگ زرد آن نشست نیست. و قدرت خود واقف باشید. نیروی خطرناک و ترسناک میلیونی مردمی در اختیارتان است. این قوه را برای چه روزی پس انداز کردید؟ قوتی که ساعت به ساعت زیر سیطره طالبان به تحلیل می رود. بسم الله، عبدالله، سیاف، خلیلی و محقق همه اینها توانی برای بسیج مردم ندارند. مدت هاست که به جای رابطه با مردم با دارایی های خیش در ارتباطند و مردم خواستند که مزاحمشان نشوند. به سوی گودال مظلوم نمایی خود خواسته بیش از این جلو رو نروید. بعد از این اشتباه شما دیگر هیچ اشتباهی نخواهید کرد، زیرا دیگر از محاسبات سیاسی و نظامی برای همیشه بیرون پرتاب می شوید. پیشنهاد ما این است به جای حضور در کاخ به کوه بروید. به زودی دشمن در هماهنگی کامل با اشرف غنی و اندیوالانش بعد از یک سر کردن کلان شهرهای شمال به تسخیر پنجشیر حرکت می کنند تا دیر نشده به سوال تاریخ پاسخ عملی بدهید. در غیر آن تاریخ به حسابتان خواهد رسید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.